درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز. من سینا هستم. باعث افتخار و شادی من هستش که امشب هم میتونیم مهمان شما باشیم در یکی دیگه از برنامه های الف و یا. امشب هم مثل روال هر چهارشنبه در خدمت یک مهمان عزیز هستیم، کشیش آلبرت بابایان عزیز. پاستور عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه امشب ما. خیلی ممنون سینای عزیز، مرسی. همینطور هم خوش اومد میگم به بینندگان عزیز، دوستای عزیز. خوشحال هستیم که امروز هم میتونیم با هم در مورد کلام خدا صحبت کنیم و تو هم الان تعریف میکنی که در مورد موضوع چیه، نه؟ بله دقیقا پاستور، همونطور که عزیزان با ما همراه بودن در سال 2022 حتما در جریان هستن که ما از آفرینش شروع کردیم که چطور جهان خلق شد و بعد از اون در مورد خلقت انسان صحبت کردیم. هفته گذشتم پاستور عزیز برادر آرش یک کلام بسیار عالی در مورد سرنوشت انسان آوردن که در باغ عدن چه اتفاقی افتاد، چطور انسان از نقشه خداوند خارج شد و گناه وارد دنیا شد. و امروز هم میخوام از شما این سوال رو بپرسم پاستور عزیز که گناه از دید کتاب مقدس چی هستش؟ یا خیلی ممنون، خسته نباشید. و اولا همینطور میخوام تشکر کنم که امروز هم خدمتهای زیادی داشتی و همه چی رو برحال خوب انجام دادید. زندگی هدفمند که ما توی کلیسامون پخش میکنیم یا نپخش میکنیم و برگزار میکنیم. برگزار میکنیم و خودش هم یک از این خادمین زندگی هدفمند هست. و خسته نباشی، منم خوشحال هستم که امروز هم اولین باری که با هم اینجا این مصاحبه با صحبت میکنیم در مورد کلام خدا. یا گناه چی؟ یعنی ما باید اینطوری نگاه کنیم که معمولا همه هر شخصی که میپرسی گناه چیه، هر شخص برای خودش یه تعریفی میکنه از تجربه های خودش، یا همینطورم از جامعه‌ای که بزرگ شده، از پدر مادرشون بزرگ شده و همینطورم وجدانی که در خودش هم هست. من میدونه که مثلا من اینجا درست نیست، اینجا گناه بود و اکثریت این تصویر رو از گناه دارن و مختلفه. و اینجاست که معمولا باید ببینیم که از دید خدا الان گناه چیه و باید برگردیم به اون اصل، اون که ما رو خلق کرده. پس با این توضیحاتی که شما دادین، من نوعی امروز چطور میتونم تشخیص بدم، به چه مرجع یا رفرنسی میتونم مراجعه بکنم که تشخیص بدم گناه چی هستش؟ آیا به یک شریعت باید مراجعه بکنم، دین، مذهب یا مکتب؟ خب مسلمه دینهای مختلف وجود داره در این دنیا و هر دینی هم برای خودش یک شریعتی داره و هر دین میگه که چی گناهه چی گناه نیست. و اینجاست که ما قرار میگیریم، مثلا میگن مقایسه میکنیم با دینهای مختلف، چیزی که مثلا بودیست یا مثلا هندویست مثلا میگن و چطور میتونن بر حال اونجا با خدا ارتباط برقرار کنند. یا مثال میگم تو کتاب مقدس اونجا در مورد بخشش نوشته، یا مثلا میگه که کسی که به تو خیانت کرده ببخش، یا دشمنهای خودتو دوست داشته باش. یعنی یه چیزی واقعا فوق‌العاده سخته. و یک دینی دیگه میگه، اونجا مثال میگم، یا دشمنتو رو از بین ببر، بکش. یا همینطور هم مثلا یک شریعتی که هست که توی دینهای مختلف تعریف میکنن مثلا زنا چیه، یا زمانی که زن خودتو ترک کردی رفتی با یک زن دیگه ارتباط قرار کنی، این مثلا زناست. کلام خدا میگه که اگر تو ازدواج کردی و همینطورم با چشم با یک نیت دیگه با یک زنی نگاه میکنی یا مرد نگاه میکنی، این به همسر اونجا گناه کردی. یعنی از دید خدایی میشه گناه. پس چقدر چیزهای مختلف هست و در مورد بخششه، در مورد خیلی چیزهایی هستن. میبینیم که چیزهای مختلف هست. شاید تو این دین این گناه نیست، فقط میریم توی دین دیگه میبینیم که این گناهه. به این خاطر اینجاست که باید تشخیص بدیم کدوم خدایی هست که واقعیتی که ما واقعا با درست تشخیص بدیم گناه چیه. دقیقا این توضیحی که شما فرمودید به خاطرم اوورد که در بعضی از مذهب‌ها یا مکاتب چیزهایی هستن که گناه هستن و در دیگر
مذاهب اینطور نیست. مثال در اسلام که پیشینه خود من حداقل بوده، حجاب گناه هستش، ولی در مسیحیت گناه نیست. یا ادیانی هستن در هند که پرستیدن گاو، توهین به گاو یک گناه میتونه باشه، یا چیزهای مشابه این. آیا ارزش‌های فرهنگی، عرف‌های اجتماعی هم تاثیرگذار هستند در تشخیص گناه؟ این هم دوباره برمیگردیم به این طبیعت، نه طبیعت یا با این فرهنگ‌های مختلف. فقط فرهنگ چیزی هست که در، یعنی طبیعت ما، در هر کشور طبیعت‌های و فرهنگ‌های خودش بخشین داره. اینجا نمیتونیم رفت بدیم به گناه الان. و ما دوباره میخوام برگردم، یعنی هر دینی برای خودش هم قرار میگه که ما درست هستیم، و اینجا ما قرار میگیریم به یه چیزی که درست نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم دین الان درسته. الان مثلا در مورد گاف مثلا بی حرمتی کنی، مثلا به خدا بی حرمتی کردی، و همینطور دین اسلام یه چیزهای دیگه مثلا در مورد خدا میگه، مثلا در مورد همون پیغمبر محمد، یا مثلا چیز آیات الله ها هستن، برای چیزهای مختلف اونجا به وجود آوردن. آیا واقعا این درسته، درست نیست؟ کتاب مقدس یه چیزهای دیگه در موردش صحبت میکنه. فقط چون مذهب، یا مذهب نبخشیم، بلکه چون ایمان ربطی به قلبمون داره، یعنی یه چیزی نیست که فقط با عقلمون بتونیم بفهمیم. کتاب مقدس یا کتاب رو بخونیم با عقل، سعی کنم بدونم که کی کدوم خدا، خدای واحده، خدای درسته، بلکه مربوط به قلبمون هست. چون همه ما واقعا با این شخصیتی، با این گذشته ای داریم، و در یک فرال جامعه بزرگ میشیم، بگم چیزایی که ما دریافت کردیم به ما منتقل شده. اینجا باید همه چیز رو زیر سوال بذارم، میگه این چیزی که من الان زندگی میکنم، باور میکنم، و خدایی که باور میکنم واقعا خدای واقعیه یا نه. الان دو تا کتابایی، من فقط اسلام رو برمیدارم و کتاب مقدس رو برمیدارم، نمیتونم بگم که باشه. الان خیلی هم هستن میگن که همه دینها رو من قبول دارم. خب الان فقط دینهایی که هستن همه چی میگن فارسیش ضد هم اونجا تعریف میکنم. مثال میگم برای اون، برای در یه قسمتی که مثلا اسلام همین چیزی که گفتم، مثلا دشمنت رو دوست نداشته باشه بکش، و اونجا میگه این دشمنت رو دوست داشته باش. پس خدا با ما بازی نمیکنه که اونجا یه چیزی بگه، اونجا یه چیزی دیگه بگه. یا اسلام میگه که مثلا عیسی مسیح پیغمبره و پسر خدا نیست، و اینجا خدا نمیتونه پسر داشته باشه. تو کتاب مقدس بشه عیسی مسیح پسر خداست. دو تا چیزای چی میگن؟ متضاد یا بس اینجاست که هر شخص باید برای خودش این چیزی که اعتقاد داره واقعا شروع کنه به پرسیدن از خدا. چون الان به هر دینی بری، مسئله بری، همه میگن ما درست میگیم. خب از کجا میدونیم سوالتو که کردی از کجا میدونیم؟ فقط تنها راهی هست که خود شخص با تمام دل بره و جستجو کنه، دعا کنه این خدای واحد الان کدوم خدای واقعی هست. و اینطوری هم در زندگی من هم هرچند مسیح بودن، هیچ اطلاعی از مسیحیت نداشتم، که آخر به یه جایی رسیدم که خدای کارای میگم موفق و طبیعی در زندگی من کرد، یه ملاقاتی داشته، فقط نمیدونستم کدوم خدا بود. زندگی من واقعا زیر رو شد، 180 درجه زندگی من عوض شد. من نمیخوام الان داستان زندگی خودم تعریف کنم، فقط یه اتفاقی افتاد که زندگی من یعنی پر از آرامش و شادی شد، و تغییراتی در فکر من انجام شد. فقط نمیدونستم از کجاست. تنها دعایی که میکردم میگفتم یه خدا، کدوم خدایی هستی؟ زندگی من عوض شده، و یعنی تقریبا به خودکشی رسیده بودم. و آخرین لحظه خدا آمد با یک ملاقاتی منو نجات داد. فقط نمیدونستم کدوم خدا بود، و اونجا شروع کردم به دعا کردن، و دعای خیلی نرمال که کدوم خدا هستی. من میدونم یه اتفاقی افتاده، یه چیزی نامفوق و طبیعی اتفاق افتاده بود. و بعد از این برای خدا اونجا بعد از تقریبا 5-6 ماه پیش و بعد بود که اونجا خودش رو اینجا الهام شد به من، که
که من خدای نجات دهنده تو هستم، به وسیله عیسی مسیح میتونی منو پیدا کنی. یعنی من الان نرفتم مطالعه کنم که پیدا کنم، واقعا من به یه جایی رسیدم که واقعا به بن‌بست رسیده بودم و همینطور به خودکشی رسیدم و اونجا با فیض خدا آمد نجات داد و آخرش نشون داد من اون خدایی هستم. بعد از این رفتم کتاب مقدس رو خریدم و شروع کردم مطالعه کردم. پس کدوم دین، کدوم خدا، خدای واحده، این ربطی داره به یک شخصی که خودش دنبالش بره و پیدا کنه. و مطمئن هستم خدا هم قلب هایی که با هم با تمام دل رو جستجو میکنن خودش رو ظاهر میکنه و همینطور افشا میکنه. کیشی آلبرت عزیز، من چطور میتونم تشخیص بدم که گناه چی هستش و در این سرگردانی که در بین مذاهب و مکاتب قرار دارم، تنوع زیادی از دینها سر راه من هستن، چه کلیدی وجود داره که من با اون بتونم در حقیقت رو باز بکنم؟ چه کلیدی وجود داره که بتونم با اون تشخیص بدم که کدوم دین صحیح هستش؟ این ما باید برگردیم به اون آفرینش، به چه دلیل خدا ما رو خلق کرده. هفته گذشته آرشم خیلی خوب در مورد آفرینش صحبت کرد، در مورد این باغ عدن صحبت کرد که آدم و حوا چه چیزی باعث شد که وارد گناه بشن و اونجا در مورد باغ عدن، در مورد درخت معرفت نیک و بد بود، در مورد درخت حیات بود و خدا به آدم و حوا گفته بود برحال از این درخت ها همه درخت ها بخورین، از این درخت نخورین. و اونجا کسانی که دوست دارن میتونن این تعلیم برادرمون آرش که هفته گذشته تعلیم داده، نمیخوام وارد این قسمت بشم. فقط یه چیزی بود که مهم اینجاست که گناه رو تعریف داده میشه. اینجاست که زمانی که خدا به آدم و حوا این اقتدار رو داد و که بتونه روی دنیا حکومت کنه و گفته از این درخت نخور، بعد این درخت حیات باید بخورید، و اونجا که وارد شیطان وارد صحنه شد و حوا رو فریب داد و گفته که آیا واقعا خدا گفت از این درخت نخورید؟ نه، خدا خیلی خوب میدونه از این درخت بخوری مانند خدا میشی و میتونی تشخیص بدی چی خوبه چی بده. یعنی ما باید به این آفرینش برگردیم که چرا خدا ما رو خلق کرده. خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده بود که مقدس بی عیب و همینطور محبت بی عیب و همینطور مقدس با حضورش زندگی کنیم. و زمانی که آدم و حوا از این درخت معرفت نیکو بد خوردن، یعنی گفتن که ما میخواییم مستقل باشیم و میخواییم خودمون با فکر خودمون، با تصمیمای خودمون، با تصمیم بگیریم چی خوبه چی بده، مانند خدا بشیم. یعنی آدم و حوا خدا رو ترک کردن یا گفتن که ما میخواییم خودمون به هر حال مستقل باشیم، یعنی خودمحوری به وجود آمد. و کلام خدا میگه این خودمحوریه که باعث شده که از خدا، از این رابطه با خدا جدا بشن. و این کلام خدا میگه که این گناه، یعنی گناهکار. گناه فرق میکنه از گناهکار. ما گناه میکنیم و ما گناه میکنیم چون گناهکار هستیم، چون مستقل شدیم، چون انسان دیگه افسار زندگی خودش رو برداشته و اونجا میخواد بدون خدا، دیگه در قلبش بدون خدا زندگی کنه. هر چقدر هم خدا رو پرستش میکنه، فقط افسار فرمان زندگی خودش در دست انسانه. و این کلام خدا میگه که این گناهه. این قسمت رو میتونیم شاید هم بخونیم که همون توی پیدایش میگه که آدم رو به صورت ما موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بچ اینطوری ادامه میده حکومت نمایم. بعد از این میگه که در افسوسیان باب 1 میگه که خداوند میگه ما رو قبل از بنیاد عالم، پیش از بنیاد عالم خدا ما رو برگزید تا در محبت مقدس و بی عیب در حضور او باشیم، که ما رو
از قبل تایید نموده تا او رو پسرخوانده شویم. یعنی فکری که خداوند برای بشریت داشته ما رو خلق کرده این بود که خدا دنبال یک خانواده‌ای بود که شبیه او باشن. و زمانی که یعنی همینطور با خدا با هم بتونن با این اتحاد با خدا بتونن حکومت کنن. حکومت کردن منظور اینه که تسلط دارم. حکومت یعنی منظور اینه که نگهداری، محبت کردن، رسیدگی، این چیزایی بود. و زمانی که آدم و حوا این تصمیم رو گرفتن مستقل باشن، دیگه گناهکار شدن. از یک میوهی خوردن که از خدا نامده بود بلکه از شیطان. و این میوه شخصیت داره، همونطور درخت حیات شخصیت داره، اون روح خداست، ماهیت خداست، محبت خداست. زمانی که آدم از این میوه میخورد شبیه خدا میشد. بعد از این درخت معرفت خورد، اون موقع دیگه این بگم طبیعت شیطان در انسان قرار گرفت. و این کلام خدا میگه که انسان گناهکار شد. اینطوری کتاب مقدس تعریف میکنه. پس به این خاطر هستش که کلام خدا خیلی واضح میگه که همه گناهکار هستن، به این خاطر که همه ما از نقشه خداوند و اون هدف اصلی خداوند از خلقتمون جدا شدیم. خب پسر، این خوردن این میوه و جدا شدن، این چه ارتباطی به گناه پیدا میکنه؟ زمانی که آدم و حوا از این درخت خوردن، خدا گفته از این درختی که هست معرفت دیگه بخوری خواهی مرد. یعنی رابطه‌ای که با خدا میخواست با انسان داشته باشه این به هم خورد. انسان منتقل شد و گفته که من میخوام الان با فکر خودمون، روش خودمون میخوام زندگی کنم. و تمام ثمرهایی که اینجاست که زمانی که با بسته شدی به یک ریشه که گناهه و هر برای درختی که برمیداری یک میوه میاره. حالا نگاه کنیم، مثلا درخت حیات رو برمیداریم، مثل این که نه، مثل این که این طبیعت خداست. زمانی که از این درخت میخوردن دیگه طبیعت خدا قرار میگیره که محبت، صلح، آشتی، شادی و همه چیزهای نیکه که تمام انسان آرزوی این حیات است. زمانی که از این درخت معرفت نیک و بد خوردن، طبیعت شیطان در انسان قرار گیره دیگه تمام این گناهایی که هست، یا که الان ما اسم ببریم، الان دروغ، حسادت، غرور، هر چیزایی که اسم میبریم، از این طبیعت ما، یعنی این طبیعت در ما قرار گرفت و دیگه شروع میکنه آدم شرکت گناه کردن. یعنی ثمره اون گناهکار بودن رو درست میگم، امیدوارم به زبان فارسی نشون میده. تقریبا چیز کنیم مثل این که گناهکار یک ریشه سیبه و این اتوماتیک دیگه سیب ها تولید میکنه و اینطوری انسان دیگه گناهکار شد و این گناهکار شدن باعث شده که اتوماتیک دیگه طبق طبیعت گناه کنه. پس انسان چه شد؟ انسان متاسفانه که باید شبیه خدا میشد، الان شبیه شیطان شد. از طریق طبیعت، از طریق رفتار، از طریق شخصیت. یا زمانی که این دنیا رو نگاه میکنیم چی نگاه میکنیم؟ یعنی نگاه نمیکنیم که الان شیطان اینجا کار میکنه چیز. این طبیعت شیطانه که در انسانها که اونجا نبخشیدن، تظاهر کردن و نمیدونم دروغ گفتن و همینطورم ریاکاری، حسادت، خشم، خیلی چیزایی هست که در انسان اینجا قرار گرفت. انسان دیگه طبق طبیعتی که درونش هست گناه میکنه. من فکر میکنم خودت هم میدونی که یه بچه به دنیا نمیاد که ما پدر مادر شروع میکنن تعلیم دادن که بگیم ببین الان بخوایم تعلیم بدیم به تو، تعلیم بدیم که تو مثلا درست قضاوت کنی، نه قضاوت نه، حکم کنی، داوری کنی، حسادت میتونی چیز. این طبیعت اتوماتیک در بچه ها هستن. بعد از یه مدت میدونی یه بچه 6 ماهه دیگه شروع میکنه یا یک ساله دیگه مثلا با اسباب بازی های بچه ها بازی میکنن و برمیدارن که مال منه، برمیدارن و
یا نوع تعطی میکنن. این در وجود هر انسانی که به دنیا میاد، این سوالی هم که کردی از این گناهی که آدم و هوا کردن، ما نسل همون آدم و هوا هستیم. اونا گناه کردن، از خدا محروم شدن، مستقل شدن، یا از اون موقع هست که این بچه هایی که به دنیا آمدن تا امروز همه ما گناهکار هستیم. الان که مطرح شد ما انسان‌ها شبیه شیطان شدیم، میخوام در مورد ماهیت شیطان از شما بپرسم، اما قبل از اون فکر میکنم که خیلی عالی باشه یک استراحت کوتاه داشته باشیم، یک سرودی رو بشنویم، قدری تأمل بکنیم روی آنچه که تا الان شنیدیم و بعد وارد ادامه مبحث بشیم. میکنم خوبه، ایده خوبیه. پس با ما همراه باشید. تو با نوایت آرامی دادی، وجودم را در خود. تو با سرودت آزادم کردی، ترسایم را برداشتی. دیگر اسیر ترسایم نیستم، من فرزند خدا هستم. مرا شناختی پیش از تولد، با عشقت صدایی ام کردی. تولد یافتم دوباره از نو، چون خون درک هایم جاریست. دیگر اسیر ترس هایم نیستم، من فرزند خدا هستم. دیگر اسیر ترس هایم نیستم، من فرزند خدا. عزیزان خیلی خوش برگشتید به ادامه برنامه الف و یا.
پاستور عزیز، سوالی رو که قبل از سرود مطرح کردم میخوام یک باری بپرسم، ماهیت شیطان چی هستش؟ ماهیت شیطان اینو بتونیم با در کلام خدا میتونیم هم اینجا بخونیم. اینجا میگه که ابلیس اینجا صحبت میکنه، یعنی تو یوحنا اینجا نوشته، یعنی شیطان از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد، از آن جهت که در او راستی نیست، هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذات خود میگوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگو هاست. همونطور که باید نگاه کنیم به چیز، زمانی که شیطان، یه زمان شیطان نبود بلکه همون فرشته بزرگ خدا که در دست راستش بود، اسمش هم لوسیفر بود، اونجا یه مقام بزرگی داشت و برای کلام خدا میگه که اونجا علیه خدا شورش کرد و خودش میخواست برتر کنه، خودش میخواست بلندتر کنه، خودش میخواست مرکز باشه، هر چقدر مخلوق بود و کلام خدا میگه زیباترین کار خدا بود، کاملترین کار خدا بود، فقط زمانی که غرور در خودش پیدا شد علیه خدا شروع کرد به شورش کردن و اونجا خدا او را از این جلال انداخت و همینطور کلام خدا میگه که اون جلالی که قبل داشت همه چی رو از دست داد، خدا بهش هم حکمت داده بود، قدرت داده بود، همه چی رو از دست داد و اون موقع میگیم که شیطان بود که زمانی که میبینیم که در باغ عدن چیز آمد اونجا با دروغ‌های خودش شروع کرد به آدم و هوا فریب زدن، میگه که آیا واقعا خدا گفته از این درخت نخوری؟ از نه، خدا خیلی خوب میدونه اگه این کارو بکنی نمیدونه، این شک به وجود میاد، با دروغ همه چی رو هدایت میکنه و زمانی که نگاه میکنیم اصل ریشه شیطان، میگه که از زمانی که غرور در تو پیدا شد، غرور یعنی میشه خودمحوری، یعنی به خودش نگاه میکنه و میخواست مرکز باشه و همینطور که قبل از این سرودی که ما شنیدیم یه قسمت های چیز تعریف کردم، یعنی ذات انسان، ذات یعنی طبیعت شیطان که در انسان قرار گرفت، یعنی انسان خودمحور شد و همینطور هم همینطور مرکز شد، خودش کلام خدا میگه کسی که خود محور مرکز مثل خدا شده، خودش تصمیم میگیره چی خوبه چی بده و همینطور هم سعی میکنه با این رفتارهای خودش حکومت کنه و اونجاست که به هر حال میتونیم بگیم زمانی که از این درخت خورد، از این درخت معرفت نیکو بد خورد، دیگه ماهیت شیطان در انسان قرار گرفت. همینطورم قبل از اینم گفتم که دنیا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تمام نه شیطانه بلکه افکار کار شیطان در انسان، طبیعت شیطان در انسانه که اینجا رو این دنیا حکومت میکنه. بدبختی، جنگ و نمیدونم، حتی میگم دوتا زن و مرد که با هم ازدواج میکنن نمیتونن در این محبت، نمیخوام کلی بگم، فقط نمیتونن جا با هم کنار بیان و یا این متاسفانه گناه وارد انسان شد و ما هم همه، هر کسی هم به دنیا میاد از نسل برحال آدم و حوا هستن. خب کلام خدا، خب همونطور که شما هم اشاره کردین، خیلی واضحه که همه انسان ها گناهکار هستن، اما در مقابل کسانی هستن که واقعا خدا رو پرستش میکنن و تلاش میکنن که شریعت رو نگه دارن. این افراد چطور میتونیم به این افراد بگیم که نه، شما هم ریشه گناه در شما هم هست؟ یا خب اینطوری بگم، آدم های مؤمنی هستن، آدم های خوبی هم هستن که واقعا با صداقت خدا رو پرستش میکنن و میخوان، واقعا میخوان ارتباط برقرار کنن. فقط میگم مشکل اصلی اینه که انسان خودمحور به دنیا میاد. یعنی من الان اینطوری به تو بگم، زمانی که تو ماشین نشستم و این فرمان در دست منه، من تصمیم میگیرم کجا برم، دست راست دست چپ، و من زندگی خودم رو میخوام چیز کنم، چی میگم، جهت بدم یا جهت بدم و همزمانم میگم که خدا شروع میکنم پرستش کردن،
یا و میگم تو خدای ما هستی و تو رو جلال میدم و میخوام به تو خدمت کنم و خیلی چیزا هست. فقط خدا فرمان رو در دستش نگرفت، تو این فرمان رو گرفتی. متوجه به این خاطر اینطوری من اینطوری بیشتر چیز میکنم. حتی افرادی که مؤمن هستن و واقعا دنبال حقیقت هستن، خود خدا به یه زمان به یه جاهایی میرسونه که واقعا با خدا آشنا بشن. چون هدف خدا چیه؟ هدف خدا اینه که زمانی که آدم و حوا به وسیله گناه از این ارتباط صمیمانه با خدا اینجا جدا شدن، خدا میخواد دوباره ارتباط برقرار کنه. یعنی میخواد بگه دوباره با آدم، تقریبا مثل این که الان تو ماشین هستی، الان خدا میگه که من بخوام فرمان رو باید بیاد در دست من، تو نباید حکومت کنی، همه چی نباید دور تو بچرخه، بلکه من خدا هستم، تو هستی که باید وابسته به من بشی و من مرکز زندگی تو. اونجاست که تقریبا میتونم بگم ماشین، در ماشین رو باز میکنی و میگی که خواهش میکنم الان خودم مثال میگم بیا تو، این فرمان به دست توست، من الان کنار تو نشستم و او فرمان رو میگیره و او میدونه که چی خوبه چی بده. یا خیلی چیزایی هستن که نگاه میکنیم تو کتاب مقدس، مخصوصا نگاه میکنیم از دید ما میگیم که آخه این درست نیست. مثال میگم یه کسی به تو خیانت کرده، یا یه کسی که از تو، مثال میگم 100 یورو دزدیده، تو 100 یورو هم بهش بده، میگی که چطور میدونم 100 یورو رو بدم؟ و یه کسی به تو زور میکنه یک کیلومتر بری، تو 2 کیلومتر برو. اصلا منطقمون نمیفهمه چرا من باید اون ظلم کرده به من. میبینی که به یه جایی قرار میگیریم که نمیفهمیم. و زمانی که خدا این فرمان رو به دستش میگیره، بعد از این میدونیم که به چه دلیلی. چون خدا، شخصیت خدا اینطوریه. خدا رو شکر، خدا مثل ما انسان نیست، صبری داره. خرابکاری میکنه، دوباره صبر میکنه. یعنی اشتباه میکنیم، دوباره میبخشه. گناه میکنیم، دوباره میبخشه. و ما رو هدایت میکنه، کمک میکنه. این طبیعت خداست. و دوباره برمیگردیم اون چیزی که اول گفتم که خدا ما رو شریه خودش خریه. خدا میخواد ما اینطوری مثل او باشیم. فقط این طبیعتی که در ما هست ضد تمام چیزهاست. ما هنوز هم دنبال حق خودمون هستیم و اینجاست که هر چقدر هم حق خودت هم بگیری آرامش نداری، چون ارتباط برقرار نیست. فقط زمانی که برحال خدا به وسیله عیسی مسیح که الان صحبت هم میکنیم، زمانی که میاد و این بگم این جدایی که ما با خدا داریم ور میداره و با ما صلح میکنه، اون موقعی که هست که آرامش میاد، صلح میاد، سلامتی، اون چیزی که الان کلن انسان احتیاج داره. پس گناه یک تقریبا یک دیواری هست بین ما و خدا و این دیوار باید برداشته بشه. و آرزو الان هر شخصی که در این دنیا بپرسید، دنبال محبت هستن، دنبال آرامش هستن و سعی میکنن الان با شریعت انجام دادن و کارهای انجام دادن رضامندی خدا رو به دست میارن. بعضیا اینطور تصور میکنن که شریعت رو خدا داده و از طریق اجرای شریعت میخوان این فرمان رو که شما دادین به دست خدا بدن به نوعی. آیا واقعا میشه از طریق شریعت وارد این ارتباط با خدا شد؟ اگر به وسیله شریعت میتونستیم با خدا دوباره برگردیم، به ارتباط برقرار کنیم، احتیاج به عیسی مسیح نبود. پس چرا عیسی مسیح آمد؟ چرا باید عیسی مسیح بیاد اینجا در این دنیا و همینطور هم آخرش هم این درد رو، رنج رو بکشه، روی صلیب بمیره؟ به چه دلیلی؟ خب یهودی ها خودشون هم همینطور این شریعت رو داشتن. اون موقع شریعت خدا خیلی برات سخت بود. فقط میبینیم که اونجا عدالت خدا به وسیله شریعت اونجا چیز میشد، مشخص میشد. گناه چقدر چیز داره، چه قدرتی داره. و زمانی که میایم به عیسی مسیح میبینیم، اینجا حتی میگم که شریعت رو خیلی قوی تر میکنه. و همینطور که گفتم به یه زنی نگاه میکنی با یه نیت بد گناه کردی، به تو ظلم میشه، تو ببخش. به تو خیانت میشه، کمک کن. یعنی زمانی که این چیزایی که نگاه میکنیم، شریعت رو نمیکنیم، هیچ کسی نمیتونه این شریعت رو انجام بده جز از خدا.
چون تمام شریعتی که برمی‌داری که نوشته شده خود طبیعت خداست. و زمانی که کتاب مقدس رو می‌خونی تقریبا مثل اینکه کتاب مقدس مثل یک آینه ای هست. تو نگاه می‌کنی به کتاب مقدس، اونجا نگاه می‌کنیم که خدا شریعت چی میگه. مثال میگم، الان میگم دشمن خودتو دوست داشته باش، نگفته دشمن تو رو حتی ببخش، فقط ببخشیدن حتی در میتونی که باشه که بخشیدم برو شیردن دیگه نه، فقط اینجا میگه دوست داشته باش. پس زمانی که این رو نوشته مثل این که اینطوری بگه، مثل این که من الان نگاه میکنم به خودم، این طبیعتی در خودم میبینم، من اینطوری نیستم، من یه طبیعتی دیگه دارم. و زمانی که نگاه میکنم مثل یه آینه نگاه میکنم، میگم معمولا آلبرت تو باید این باشی، الان ببین چی شدی. زو شریعت، زمانی که میخوایم شریعت رو انجام بدیم، مثل این که الان میخوام با قدرت خودم الان دشمن خودم رو دوست داشته باشم. هیچ موقع نمیتونم دشمن خودم رو دوست، به من ظلم کرده، پس یه چیزی احتیاج دارم که بتونم ببخشم. اینجاست که در ماشین رو باز میکنم، اونجا که عیسی مسیح میاد، اونجا که محبت خودش رو به من میبخشه، و اونجا با این محبت میتونم دیگه دشمن خودم رو ببخشم. و بزرگترین همون بگم که نمونه خود عیسی مسیح بود، که زمانی که عیسی مسیح در این دنیا میگه که دشمن خودتو ببخش، دوست داشته باش و ببخش، میبینیم که افرادی که آمدن عیسی مسیح رو رفتن بردن روی صلیب، اونجا میخوب کردن، دشمن بودن دیگه. و عیسی مسیح چه کاری کرد؟ نگفتی لعنت بر شما، این کارو با من کردی، شما نمیدونستی من کی هستم، وای بر شما، یه لعنت این برای تو. نه، اینجا میگه که رفت اونجا روی صلیب و اونجا گفته پدر ببخش، نمیدونن چی میکنن. پس هر چیزی که تو کتاب مقدس، یعنی در عهد جدید، عیسی مسیح برای ما نوشته که چی باید باشیم، خودش انجام داد. چرا؟ چون خودش پسر خدا، خود خدا، ماهیت خدا درونش بود. اگه میخوام ببینم که زندگی من چطور باید باشه، یعنی خدا چه فکری برای انسان داشته که باید میباشم، باید عیسی مسیح رو نگاه کنم. در همه قسمت کامل، مقدس، بی عیب، نه یک گناهی پیدا نشد، و همه جا هم که میرفت فقط خوبی میکرد. آمین. پس عیسی مسیح اون دست خداست که به سمت ما اومده تا ما رو بلند بکنه، نزد خداوند ببره، نزد پدر ببره و ما رو مجدداً با خدا آشتی بده، وارد یک رابطه زنده با خدا. اینجا میخوایم یک کتاب، یک قسمتی هم بخونیم از رومیان باب 5، از باب 5 از 8 تا ده امید باستم خوب بخونم، درست بخونم. میگه که لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه گناه، هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. هنوز تو مرد، تو گناهکار بودی، هیچ اطلاعی از مسیح نداشتی، فقط مسیح تو رو میشناخت. و گفتم 2000 سال پیش، یا میگفته تو حالا من رو نمیشناسی، فقط اب نداره، من الان در راه تو به خاطر اینکه میخوام تو رو نجات بدم میرم اونجا و برای تو میمیرم. بزرگترین نشانه محبت خداست. یا و بعد از این ادامه میده، پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت. با خون او، یعنی این خونی که ریخته شده، منظور اینه که مرگی که او به خاطر ما چیز کرده، توش رفته، مرده به جای ما و اونجا گناه های ما رو شسته و این دیواری که بین ما افتاده اینو برداشته، در زمانی که تو نمیشناختی او تو رو میشناخت و رفته، به این خاطر از غضب، از این داوری خدا میخواد تو رو آزاد کنه. و ادامه میده، زیرا اگر در حالی که دشمن بودیم، و هر کسی که به هر حال قانون خدا رو میشکنه برعکس شریعت رفتار میکنه، تقریبا میتونم بگم که دشمن خدا هستیم. میگه که زیرا اگر در حالی که دشمن بودین، به واسطه مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر
یافت میگن چیه؟ پس چقدر بیشتر یافت بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم نجات خواهیم یافت. یعنی الان درسته؟ فکر کنم جابجا شد اینجا توی تایپ یافت پایین آخر یا گویا یکم جابجا شد. به هر حال اینجا میگه که بس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. یا گناه. یعنی الان اینجوری هدایت میکنه مثل که همین چیزی خالی خیلی عالی گفتی دست خدا بود که از آسمان اومد و انسان شد که میتونه گناهای ما رو ببخشه و میگه که با مرگش این صلح رو این آشتی رو داد بین خدا بین مثلا الان هر دوتامون بین ما یک دیواری هست و یک کسی میاد اینجا یا به خاطر گناه به خاطر گناهای ما که چیزی ور میداره که ما بتونیم دوباره همدیگه رو در آغوش بگیریم صلح به وجود بیاد. یا این کاری هست که عیسی مسیح در راه ما انجام داد و اینم باعث میشه که تو ما بتونیم با خدا دوباره ارتباط صمیمانه داشته باشیم و دوباره به اون هدف اصلی برسیم. اونجا دیگه زمانی که گناه ما آمرزیده شده یعنی ما باور کردیم به اون کاری که خداوند برای ما انجام داده اینجا بخشش دریافت میکنم صلح و سلامتی و روح خدا رو دریافت میکنم. آمین. صدها سال قبل از مصلوب شدن عیسی اشعیای نبی در کتاب خودش یک وعده خیلی عالی رو میده که امروز همین وعده برای ما هستش. خیلی خوب میشه که بریم این آیه رو بشنویم و برگردیم. روح خداوندگار یهوه بر من است، زیرا که خداوند مرا مس کرده است تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاده تا دل شکستگان را التیام بخشم و آزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام کنم، تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم و از روز انتقام خدایمان خبر دهم، تا همه ماتمیان را تسلی بخشم و به آنان که در صهیون سوگوارند تاجی به عوض خاکستر ببخشم و روغن شادمانی به عوض سوگواری و ردای ستایش به جای روح یأس. آنان بلوط‌های پارسایی و نهال‌های مغروس خداوند خوانده خواهند شد تا جلال او نمایان شود. خدا رو شکر برای این کلام عالی که اشعیا صدها سال قبل از آمدن عیسی این وعده رو داد، این خبر خوش رو داد که عیسی خواهد آمد که اگر ما امروز در درد هستیم قادره که دردهای ما رو التیام بده، اگر در اسارت هستیم این عیسی امروز قادره که ما رو آزاد بکنه، اگر در غم هستیم او روغن شادی رو بر ما خواهد ریخت. عیسی چطور ما رو از گناه آزاد میکنه؟ این قسمتی میخوام بخونم از اول یوحنا انجیل، نه انجیل بلکه رساله اول یوحنا 3:8-9. اینجا میبینی اصلا عیسی مسیح برای چی آمده. خیلی آیه هایی هست که اونجا میتونیم بگیم. فقط اینجا میگه که کسی که گناه میکند از ابلیس، یعنی شیطان است، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. بعد از این میگه از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس رو باطل سازد. آمین. و بعد از این میگه که هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند، زیرا که تخم یا روح خدا در وی میماند و او نمیتواند گناهکار بوده باشد، زیرا که از خدا تولد یافته است. پس اینجا میگه که کار عیسی مسیح این بود که بیاد کار ابلیس رو، کار شیطان رو در ما خراب کنه، در ما نابود کنه. و زمانی که عیسی مسیح آمد برای تنها مکانی که اونجا میتونست کار و قدرت شیطان رو که در دستش بود به خاطر گناه نابود کنه با مرگش بود.
و زمانی که روی صلیب رفت اونجا نه مرد برای خودش، بلکه تمام تقصیرهای ما، گناههای ما وارد بدنش شد. منظور اینه که پروندهی که ما داریم، پرونده مرد داریم. یعنی خدا گفته که الان اگه تو از این درخت بخوری خواهی مرد. و بعد از این انسان که گناه کرد گناهکار شد و تمام گناه های زندگی من توی یه پرونده هست. و کار عیسی مسیح نابود کردن شیطان یا نابود کردن این کارهایی که در ما هست، مثل که تمام پرونده ما، پرونده مرگ ما که توی جهنم خواهیم بود، برد روی صلیب، خودش برداشت، گفته من الان به جای سینا این گناه، این چیز جریمه رو پرداخت میکنم. جریمه تو چیه؟ مرگ. پس من به جای سینا من میمیرم. این پرونده شو که رفت روی صلیب برداشت و مرد، و تو باور مرد، این باور توست. خدا میگه که چون به قربانی من و چون شما به محبت من، عیسی مسیح میگه باور کردن که این کار رو کردم به خاطر اینکه تو رو دوست دارم، به خاطر اینکه میخوام تو رو برگردونم به نقشه خودم، به این خاطر من میتونم و میخوام گناه تو رو ببخشم. همون آخرین قسمتی که گفته که پدر ببخش نمیدونن چی میکنن، اینو به تو میگه، به من میگه، به شما میگه. که خدا میگه که خدا ببخشین عزیزانی که اینجا هستن، طبیعت تو، یعنی چیز خلقت تو که به شباهت تو خلق کردی، ببخش، نمیدونن چی میکنن، از این راه بیرون آمدن. پس من آمدم خداوند و شفاعت میکنم خدای پدر که میگم که گناهشون ببخش. این شفاعتی بود، به او بدی کردیم، میخکوب کردیم، طردش کردیم. یک بار در باغ عدن بود که گفتیم ما احتیاج به تو نداریم، و دومین باری که الان عیسی مسیح اینجا آمد، اون موقع درخت حیات بود، اینجا آمد و روی صلیب رفت، گفته که مصلوبش کنیم، نمیخوایم او رو، فقط با این مرگ خودش این دروازه رو باز کرد. و از امانی که من توبه میکنم، بازگشت میکنم به سمت او و اعتراف میکنم خودم من گناهکار هستم و احتیاج به نجات دارم، من با قدرت خودم، با انجام دادن شریعت نمیتونم عادلش مرده بشم، نمیتونم، فقط به وسیله ایمان به پسر خودت که فرستادی، اون پسر خدایی که آمد انسان شد، که انسان رو پوشید که بتونه این گناه های من رو روی صلیب میخکوب کنه و من رو آزاد کنه. و چون گناه هم درونش نبود، خدا میتونست او رو بعد از 3 روز از مردگان برخیزانه و همینطور هم رفت پیش پدر و روح قدس رو فرستاد. و اینجا میگه که و هر کی گناه میکنه از ابلیسه، به این پسر انسان آمده که اینو نابود کنه. این صلیب جایی هست که فعل حقیقی اونجا عیسی مسیح مصلوب شد، میخکوب شد، فقط با این میخکوب شدن قدرت شیطان رو شکند. و اینجاست که میگه که هر که از خدا مولود شده است گناه دیگه نمی کنن. چون روح القدس میاد اینجا، روح خدا گناه نمی کنه. و خدا ما رو بر میگرده اونو به نقشه اول خدا و میگه که چون تخم او، چون روح او در ما میماند و ما نمیتوانیم گناهکار بوده باشیم، زیرا که از خدا مولود شدن. یعنی خدا میخواد عزیزانی که نگاه میکنین به شما این حیات جاودانی رو ببخشه به وسیله روح القدس. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره، و سوالتون بود چطور، توبه، بازگشت، اعتراف کردن، خداوند من این زندگی میکنم، این زندگی نیست که تو برای من داشتی، تو منو شبیه خودت خلق کردی، من اصلا کلا طبیعتا شبیه شیطان شدم و من میخوام تو رو عنوان خداوند بپذیرم. مرسی که من تو رو نمیشناختم، تو در راه من مردی و محبت خودت رو نشون دادی، بیا در قلب من ساکن باش، اعتراف میکنم گناهکار هستم و میخوام با تو صلح کنم. و عیسی مسیح اون کسی هست که میتونه دوباره تو رو با پدر و خدایی که میخواد پدر تو بشه آشتی بده. و این کلام انجیل کمی تو که الانم در اشعیا نبی باب 61 هم خیلی عالی خوندید، یا خواهرمون اونجا دکلمه کرد، این پیامی هست که خدا میخواد ما رو از این گناه آزاد کنه، از این خودمحوری آزاد کنه. آمین. که خودش مرکز زندگی ما باشه. آمین. کشیش عادت عزیز، من حقیقتش خودم به شخصه خیلی خوشحالم و
واقعا خدا رو شکر میکنم که این دست عیسی که به سمت من دراز شد، دست های من رو گرفت و نزد پدر برد و امروز خدایی رو باور دارم که او رو تجربه هم میکنم. تنها یک باور نیست بلکه یک تجربه است. و مطمئنم بیننده های ما هم که قلبشون رو به مسیح دادن و به عیسی باور دارن و گناهانشون رو به او پای صلیب او ریختن، این تجربه رو دارن، با من موافق هستن. ولی شاید امروز در این برنامه افرادی هم هستن که بیننده ما بودن و با توضیحاتی که دادیم، با آیاتی که خوندین، متوجه شدن که گناهکارن و همونطور که گفتین میخوان توبه بکنن، بازگشت بکنن و قلبشون به مسیح بدن. اون چیزی که داریم میگیم رو میخوان اونها هم تجربه بکنن. میشم ازتون خواهش بکنم که دعا بکنیم براشون که اونها هم با شما همگام بشن و توبه کنن، بازگشت بکنن و نجات رو، این عطیه خداوند رو، یک حیات ابدی رو دریافت بکنن. آمین. این خبر خوش یه قسمت اینم هست که عزیزان، ما بدونین که شما طبق طبیعتی که در شما هست که گناه میکنین، این طبیعته و نمیتونین کاری بکنین. طبیعت تقریبا مثل این که به یک سگی بگم که باو نکن و بگم که تو الان باید میاو کنی، این سگ نمیتونه، این هر چقدر سعی میکنه همین رو باو میکنه. طبق طبیعت ما گناه میکنیم، به این خاطر هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی که عوض بشی. به این خاطر تنها کاری که هست، همینطور که میگفتم، تنها کاری که هست میتونی باور کنید با اون خدایی که عاشقانه شما رو دوست داره، با این خدایی که یگان پسرش رو فرستاده در این دنیا، که خدا انسان شده، که آمده و این جرمی یا این یا مجازات میگن که روی شما می آمد او برداشته. پس فقط ما میتونیم این قربانی که خدا به ما داده، این قربانی رو قبول کنیم. هیچ قربانی وجود نداره. هزار تا گوسفند هم بکشم فایده نداره. یک انسانه، چون من انسان هستم، گناه کردم، یک انسان باید به راه ما این زندگیشو بده و عیسی مسیح بود. به این خاطر تنها کاری میتونین انجام بدین با من، میتونین حد ساده دعا کنین، بگین عیسی، اعتراف میکنم که طبیعت من فرق میکنه از این طبیعت تو، با قدرت خودم نمیتونم عوض بشم، سعی کردم عوض بشم و نمیتونم، پس باور میکنم به تو که تو منو دوست داری، من با ارزش هستم، تو منو خلق کردی و میخوام بیای زندگی منو دیگرگون کنی، برگردونی به اون نقشه اول تو و باور میکنم به تو که با مرگت این دیواری که نسبت به وسط من و خدا بود تو آمدی برداشتی، منو با خدا آشتی دادی. به این خاطر توبه میکنم جلوی صلیب تو، منو ببخش و از امروز به بعد میخوام این فرمون زندگی خودم رو به تو ببخشم. میخوام نه مستقل باشم، بلکه میخوام تو مرکز زندگی من باشی. عیسی بیا در زندگی من ساکن و حاکم باش. من میخوام تو رو عنوان خداوند قبول کنم و ممنون هستم که همینطور که هستم منو قبول میکنی. کاری نمیتونم بکنم جز از اینکه از تو بطلبم و تو رو دعوت کنم در قلب من. اینو دعا میکنم در نام عیسی مسیح. آمین. 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 من میخوام تبریک بگم به کسانی که همگام با پاستور این دعا رو کردن و الان وارد خانواده الهی شدن و این حیات ابدی رو امروز در این لحظه دریافت کردن. خدا رو شکر. کشیش آلبرت عزیز، در انتها نکته‌ای هستش که بخواین مطرح بکنین یا اضافه بکنین؟ فکر می‌کنم یک اندازه کافی دیگه صحبت کردم. امیدوار از امراض و این چیزا حداقل چیزایی فهمیده باشین. فقط خیلی ممنون. مرسی که اومدین، ما رو برکت دادین با کلام خیلی عالی و مقتدر خداوند که با ما در میون گذاشتید. همینطور خیلی ممنونیم از شما عزیزان که وقت‌های خودتون رو قربانی کردین و با ما همراه شدید و ما رو با دیدگان خودتون محبت کردید. میخوام یک بار دیگه مثل روال قسمت‌های قبل یادآوری بکنم که
کلیسا آلفا اومگا خدمتی رو داره که هر روز از روز دوشنبه تا جمعه عزیزان ما از ساعت 18 تا 21 از طریق واتساپ در خدمت شما هستن. اگه مورد دعایی دارید میتونید تماس بگیرید، شماره زیرنویس میشه و خیلی خوشحال میشیم که بتونیم شما رو خدمت بکنیم، در دعا با شما متحد بشیم. عزیزان خیلی باز هم تشکر میکنم از شما، شب و اوقات خیلی خوب و مبارکی رو براتون از خداوند میطلبم، در دستان و پناه خداوند باشید، شبتون خوش. فرموش کردی روز سه‌شنبه. بله بله، سه‌شنبه برنامه زندگی من با مسیح رو حتما با ما همراه باشید که در این برنامه ساعت 8:30 شب در کانال، در صفحه اینستاگرام ما میتونید مشاهده بکنید و کارهای عجیب خداوند رو که در زندگی افراد مختلف میکنه رو بشنوید و ببینید که این خدا چقدر زنده است و هر روز در زندگی تک تک ما در کار میکنه. یه چیز دیگه هم فراموش کردید. خوب شد که شما بودین بازدار. حقجویان، بله، شنبه ها هم که ساعت 11 به وقت آلمان و 1:30 به وقت ایران برنامه حقجویان شروع میشه. ذخیره شده، اگر قسمت های قبل رو ندیدین از قبل ببینید، بیاید و از این هفته با ما به صورت زنده همراه باشید. مطمئناً با حقیقت آشنا خواهید شد و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. مرسی. چیز دیگه یادم نرفته باز دو. خیلی خسته بودیم. خیلی ممنون از خدمتی دو. مرسی از شما، ممنونم که با شما هم با وجود اینکه از صبح خدمت داشتین، برنامه حقجویان بود و این وقتهایی که الان گذاشتین همچنان این خنده زیبا و لبانتون هستش و حواستون هم جمع‌تر از من. مرسی. ممنونم. شب همگی خوش.